کرونا در بخش دولتی و خصوصی دقیقا چه مبلغی خواهد بود؟ منم خدمت شما سلام و صبح بخیر عرض میکنم. ممنون که به این مسئله مهم وقت گذاشتید. عرض میکنم خدمتتون که پیرو مصوبه شورای عالی بیمه تصمیم گرفته شد که تستای کرونایی که در بخشهای دولتی انجام میشه کامل تحت پوشش قرار بگیره و مردم پولی رو هزینه رو پرداخت نکنن، و در بخشهای خصوصی هم خب قسمت پایش رو باز همکاران بیمه تحت پوشش قرار میدن و بیمه های تکمیلی هم تو بخش های خصوصی بقیه رو پرداخت میکنن که اگر فردی بیمه تکمیلی داشته باشه میتونه اون هم رایگان اونجا محاسبه بشه، و عمدتاً که اون فشار اصلی هم تو بخش های دولتی هست. آقای دکتر قیمت پایه چقدر هست؟ چقدرش رو بیمه پرداخت میکنه؟ ببینید الان تستا تقریبا حدود 125-26 تومن تا 230 تومن تو بخش های دولتی و خصوصی هزینه شون هست. این رو مبلغ در بخش های دولتی کامل بیمه ها تقبل کرده که پرداخت بکنن. البته این تستا باید که طبق استانداردهای وزارت بهداشت انجام بشه. بله. و برای مواردی که ضروری هست و یا حدس و گمان پزشک هست که باید بیمار تست بده و بعد قرنطینه بشه و یا درمان خاصی رو بگیره برای اونها قطعا رایگان هست، و امیدواریم که تو این زمینه دیگه مردم فشاری رو بهشون نیاد و حداقل کاری بود که سازمان‌های بیمه‌ای در این بحث میتونستن انجام بدن. بله. آقای دکتر در بخش خصوصی چه مقدارش رو بیمه قرار هست پرداخت بکنه؟ ببینید از این مبلغ که مثلا اگر چون از مبلغی که بخش خصوصی هست تقریبا 70% قیمت پایه است. اون 70% هم باز بیمه‌های پایه تقبل کردن پرداخت بکنن. مردم حدوداً 30% رو بخش خصوصی پرداخت خواهند کرد و اگر در بخش خصوصی بیمه‌های تکمیلی مازاد داشته باشن اونم کاملا اونا پرداخت میکنن و اونجا هم رایگان خواهد بود. بسیار خوب. آقای دکتر نحوه نظارت بر این موضوع به چه صورتی خواهد بود؟ نظارت رو حوزه های معاونت درمان و معاونت بهداشتیمون به عهده دارن که اگر تلفون هایی که در مراکز درمانی موچه سرپایی بستری هست اگر کاری درست انجام نشه و یا پولی درخواست بشه مردم با اون تلفون ها میتونن تماس بگیرن، قطعا دانشگاه ها نظارتش رو انجام میدن. من فکر کنم چون سازمان‌های بیمه‌ای خودشون پیگیر این بحث هستن که انجام بشه، خودشون هم نظارت خواهند کرد و تلاش خواهند کرد که تو این زمینه انشالله کار به درستی انجام بشه. سازمان‌های بیمه‌ای اگر انجام نشد آقای دکتر مردم باید چه کار بکنن؟ با کجا تماس بگیرن؟ تلفن‌هایی که تو مراکز سرپایی شماره تلفن‌ها رو دارید آقای دکتر؟ من ندارم چون ما حوزه بیمه هستیم، خود درمان و وزارت بهداشت نه به خاطر کرونا. اصلا به بحث‌های نظارتی در همه مراکز سرپایی بستری سرپایی و بخش خصوصی و دولتی این تلفن‌ها سال‌های سال هست. بله. و مردم میتونن از اونها استفاده کنن. تو واحد‌های پذیرش و ترخیص این تلفن‌ها ثبت شده و وجود داره. هر حوزه دانشگاهی برای خودش تلفن داره، دانشگاه تهران، ایران، شهید بهشتی در تهران. بله. و در استان‌ها هم بسته بون دانشگاهی که هستش این تلفن‌ها هست و مردم میتونن نظراتشون رو بگن. آقای دکتر این بحث و تر برای تهران هست، برای سراسر کشور کی اجرایی خواهد شد؟ نه خیر، برای کل کشور. برای کل کشور. بله بله. بسیار. مردم در سراسر کشوری بحث بود که فشار اقتصادی نباشه. الحمدلله سازمان های بیمه ای، من نه به عنوانی که حالا دبیر شورای عالی بیمه هستم، چون من اون قسمتی که هست 8 تا سازمان و وزارتخونه مشغولم به این کار. بله. اضافاً در بحث حمایت دارویی سازمان های بیمه ای چه برای بیماران سرپایی و بستری و الان هم تو آزمایشگاه که اومدن، مسائل تصویر برداریشون هم که قبلا تحت پوشش بود تا حد ممکن سعی میکنن که حداقل اون آلام اقتصادی بحث کرونا برای مردم کم بشه. خیلی ممنونم. خواهش میکنم. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای دکتر رضوی. با شما خداحافظی.